شیشه، اعتیاد، حذف مهدی خان. این داستان اعتیاد بازیکن‌ها. چند روز قبل در قسمت هشتم، در اواخر قسمت هشتم یک مصاحبه انجام میشه که استعدادیاب در اون حضور داره و سوال کار اینجاست که استعدادیابی که در قسمت هشتم دستگیر شده بود چجوری آزاد شده. داستان از این قراره: چند دقیقه بعد از دستگیری استعدادیاب، گواردیولا از کلوب درخواست کمک میکنه و کلوب که با سرهنگ مظفری آشنا بوده به گواردیولا میگه هر جوری که شده باید استعدادیابو قبل از اینکه به کلانتری برسه از ماشین پلیس بدزده. گواردیولا هم که با سرهنگ مظفری آشنا شده بوده با دادن یه مقداری پول به مظفری استعدادیابو از ماشین پلیس آزاد میکنه و به این ترتیب استعدادیاب از شر دستگیر شدن فرار میکنه. بابا داری ما رو کجا میبری توی خیابونی؟ ما رو میشناسن بابا. تو رو کجا میبرم؟ اون نشناسن تو رو. به این گواردیولا زنگ میزنم چی شد؟ آزادش کرد یا نه؟ کی داره زنگ میزنه بهم؟ گوشی دارید؟ گوشی تو داره زنگ میزنه؟ من گوشی دارم آخه. کیه ببین؟ آقا کیه؟ بودو فقط زود باش بقیقم. آه کلوپ ساکت باش. کلوپ ها خودم اونه؟ الان سلام آقای کلوپ. الان چی شد؟ سلام خوبی؟ چه خبر؟ آزاد شد یا نه؟ کلوپ ها خودم اونه؟ آره آزادش کردم آبا. شانس آوردی نرفته بود کلانتری. شانس آوردی خیلی به موقع رسیدی. میرسید کلانتری دیگه هیچ کار نمیتونستی بکنی. همون تو ماشین که قال قضیه رو کردی بهترین کارو کردی. چقدر پیاده شدی حالا؟ 10,000 تا ازمون گرفتی مظفری که بی پدر. 10,000 تا خوبه بابا. ما حسین مندی می‌خواستیم موادشو تغییر بدیم جرمش به یه چیز دیگه از ما 30,000 تا گرفت. این جرمش اصلا مواد بود، یه چیز دیگه ما تغییر دادیم الان یه چیز دیگه که جرمش سبک‌تر بشه. مظفری دمش گرم، خدا خیرش بده این کارو واسه من انجام داد. فقط اینو بهتون بگم امشب میای خونه من، جای دیگه هم داریم بهتون شک می‌کنن چون شما مضمونای اصلی این پرونده این. اون دمت گرم بابا. ما الان تو کوچه خیابون آواره من می‌گفتم کجا ببرم اینو. ای من مثلا امشب شام مهمون کدومیم؟ نقشه رو با هم دیگه می‌کشیم. اما همین اول چیزی رو بهتون بگم، دو تاتون خوب گوش کنین. بزن رو اسپیکر. من وایس بزنم رو اسپیکر. نقشه دقیقاً همون چیزیه که من امشب بهتون میگم. بخواین یه دونه حرکت اشتباه انجام بدین، یه حرکت از خودتون بخواین خلاقیت به خرج بدین، من دیگه نیستم. دقیقاً همون چیزی باید انجام بشه که من میگم. حالا اوکی آقا، شب میبینمت. خدافظ. خدا نگهدار. بیاین شب میبینمت. خدافظ. بریم شام. علی مادر. سلام علیکم آقا، صبح شما بخیر. یه شیرموز واسه من بزن وسط بازی بزنم. دمت گرم. شیرموز از ساعت تقدیم میشه چش. اوه تو این چه خبره تو باشگاه اصلا؟ اوه نادری چه شده داشت؟ از همین اول کار خسته است. مهدی خان در بعد به ورودش به باشگاه همه بازیکن‌ها رو چک کرد و دید که وضعیت تیم در حد معموله. اوه بودجه نقل و انتقالاتمون 103,000 تا ریدیم حاجی. باید بریم بازیکن بفروشیم. اوه حاجی لیورپول و منسیتی دارن خودشونو میرسونن. ما بعد هر ریل شده چلسی رو بکشیم پایین. در اولین بازی بلاغاز بعد با لستر سیتی بازی می‌کرد که در جدول 15ام بود. حالا که بازوبند کاپیتانی به الهیار رسیده بود و مهدی خان هم از بند زنان آزاد شده بود، باید بلاغاز میرفت واسه قهرمانی لیگ و بازی‌های حذفی چمپیونز لیگ. بارکل آقا انتظار کارت درست انجام بده. دیگه اینجا میمون پیمون نمی‌بینم. حالا بلاغاز پس از مدت‌ها بازی رو شروع می‌کنه. چقدر دل هوادار تنگ شده بود. نادری خان نکن برگرد عقب بپوشون گرفتیم. گرفتیم. نادری خرابش نکن. بگی همونو نادری. تموم کارا. وسطو بپوشون. نادری وسط. خوبه. نادری ارسال بکنه من از چش تو می‌بینم. بارکل نادر. اونجا رونالدو رو میندازیم. الله یاره سیاد منش میزنه و توی دروازه. دیگه وقت برگشت به اوجه. دیگه وقت اینه که صد جدول تصغیر بشه توسط قلقاز. هم سگ نرینیم. آقای قندیپور تکرار میشود. آقای مستر قندیپور خودش حرکت میکنه اونجا سر تو به نادری. به قندیپور. از همونجا قندیپور کاتش تیره دروازه. حاجی قندیپور بهترین خرید و بهترین رشد تیمم بوده. بده شوت توی دروازه رونالدو. وای باره کلم بوریا خود نشه. بوریا خود بابا نادری تو چپی اومدی راست چی کار؟ بیا برو تو رو جان جدت سر جات. وای کاپیتان بزنینش. مسی را میندازه اونجا. شهاب زاهدی. شهاب به قندیپور جوان. حالا گل سومه.
بله آقا از با گل های سعید بنش رونالدو و قندیپور بازی رو 3 بر هیچ میبره. ای بابا پدر سگ بیا پایین. به خاطر یه دونه تفاضل گل اینو صدرن. بفرما تو یم در بده. سلام آقای کنون خوبی چطوری؟ سلامتی مشتاق دیدار. به به استعدادیاب گل گلام پسر خوب روزای انگلستان. آقا خیلی وقت شما رو نایده بودیم. سلام چطوری خوبی؟ دلم واسه تنگ شده بودم. آقا حالا اینا رو ولش کن. نقشت چیه واسه این زمین زن این جوجه مهدی خان؟ درد سر شده واسه ما. ما هر به هر دلی زدیم کارشو بلده که صفت. الان کاری نداره. اینا رو میبینی؟ اینا شیشه است. شیشه مواد. مواد؟ شیشه منتها ناخالصه. الان دونه دونه میریزی توی این بسته‌های کوچیک میکنم میدم بهت میگم چیکار کنی. قشنگ میریزی اینجا اینو ور میداری میبری هر سری که داشتی میرفتی این نوسته میدم بهت. میذاریش کجا؟ میری میریزی توی قوطی اولین بازیکن قوطی آبش میریزی. بیا بگیر نگم میشن چنداش هم میشن. بگی از خاله نکت ببخشید دیگه آدم اینه؟ اینو الان بگیرن اعدام نشیم. بابا الان اینی که داری بهشون میدی اینگه اصلا شبیه نمکه که. کجا شیشه است؟ ما والا خودمونم زدیم والا اینجوری نبود قبلا. بابا تو ما رو دست کم گرفتی فکر کردی من به اینا جنس خالص میدم ناخالص میدم که زودتر بگیره بدونه جای دیگر رو خراب بکنه. خالص که دیگه میرن به عرش اعلی به عروج میرسن. برو بریز بیا بریم واسه آنالیز. مهدی خان با اینکه توی بازی با لستر به 3 گل دست پیدا کرد بازم باید گل های بیشتری میزد تا بتونه جای چلسی رو در صدر بگیره. بازی بعدی بلاغا ساعت 3 با واتفوردی بود که در آستانه حذف شدن بود. مهدی خان کبیر شیرموز تقدیم به شما. نزد شما در نه بورای وجود مخلص شما. مهدی خان در حین خوردن شیرموز به این فکر میکرد که چجوری میتونه این بازی رو پرگل تموم کنه. ترجیح داد ناداری رو ببره بیرون، الهیار رو جای مسی بازی بده و جای رونالدو و مسی رو عوض کنه. هواداری بلاغا روی مسی و رونالدو حساب ویژه‌ای باز کرده بودن تا بعد این بازی به صدر جدول برسن. حالا زوج رونالدو و مسی در خط حمله و لغاز قرار داره. سامان و دوست وریا غفوری به سمت جلوتر میرسونه. الهی رو سعید منش به سمت مسی میرسونه. مسی تو برای رو چلی و نه مسی سعید منش چرا میلده اونجا الهیار به عقبتر رونالدو نتونست. دهن سرویس ای دهن سرویس. بابا اون کیه داره اونجا غلامی داره چی کار میکنه؟ شجاع خلیزاده به سمت لیونل آنکار را مسی میرسونه. لیونل مسی فازه رو میده از همونجا که رسیانو رونالدو میخواد شوتر بزنه. رونالدو شوتش. وای 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 دی تیر دو خالیه هاجی. تیر دو خالیه. 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 خطا واسه ماست. حالا اونجا آنکار را مسی کاچ داشت توی گل مسی. گلمون الان هیچ چی نیست. الان با این بازی با این نتیجه هیچ تفاضل گلی نمیگیریم بلکه که چلسی میاد میبره صدر جدول میمونه. جان پدرت ازت نگیرن و به خدا ازت بگیرفتن پدرتو در میآوردم. ارسال برمیگرده قدوس استومش کاتق. وای ارسال تیر دومو بگی. شجاع نره جانم شجاع. شجاع خریده باعث شد که تیم گل دیگه دریافت نکنه اما وضعیت ولاس خوب نبود. پس سریعا 3 تا تعویض هجومی خودشو وارد ترکیب کرد. کریستیانو رونالدو تو پر همچنان نگر راشته اونجا. رونالدو به مسی. مسی به جلوتر. حالا بازی کنهای ما شوت توی دروازه است. وای کاجی ریدیم کپی کردم فیس گردنوله رو رو ترابی. این همینجوری میری فیسش چکچل بود. مسی 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 میگیرش. مسی کات مسی کات مسی کات. وای برو دهخانی و گل سومه. ولغاز با گل‌های مسی، گرد مولر و رضا دهخانی 3-1 میبرن. ای برون پدرت مگه میشه؟ بازم یه دونه تفاضل گل اینا بالا من چند تا بزنم دیگه. توی همون بازی اولشون توی دقایق اول معلومه که چجوری دارن توپ رو به جلو میرسونن. اولین کاری که ما باید بکنیم باید جلوی نفوذ سریع و بردن توپ رو از دفاع به جلو بگیریم. نباید بذاریم سریع توپ رو از دفاع به جلو برسونن. اوکی یا نه؟ حل فهمیدم چی میگی. حل گرفتم. اوکیه. از اولین بازیکنی که باید توی این راه فدا شه محمد نادریه که داره همه ارسال رو انجام میده و از گوشه ها
نفوذ میکنه. استعدادیاب همین امشب وارد باشگاه میشی و اولین عملیات رو توی قوطی آب نادری انجام میدی. خیالت راحت باشه، ما همون هم دردیم، هممون به یه نحوی از مهدی خان زخم خوردیم. فقط حواست باشه از اون بسایی که بهت دادم فقط یکیشو استفاده میکنی میریزی تو آبش. اگه دوتاشو بریزی کار بازی کنه تموم و حواست جمع کن. هر جوری شده این کار رو درست انجام میدم. خیالت تخت. رونالدو مصدوم شده به خاطر تکل سختی که روش انجام شده به مدت 4 روز. اما نیاز تو از اثر جان چی رونالدو که 12 تا گل زده بود و 12 تا پاس گل داده بود و بهترین بازیکن و لغاز به حساب می اومد در بازی با اورتون تیم و همراهی نمی کرد و علی علیپور به جای رونالدو بازی می کرد. هواداری ولغاز چشم انتظار صدر جدول بودن. آیا پس از این بازی ولغاز به صدر لیگ انگلیس می رسید؟ وای تو رو جان جد تو، فقط کالورت لوین رو بگیریم پدر سگو. علاگر بکش، علاگر علاگر ساد بارکلا توی دروازه نادری. وای کنایه زادگان توپ رو بگی پاس بده به اون ور. ای 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 وای 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 گل نخوریم. وای کنایه زادگان وای مار کلا شوجا. بابا از شوجا یاد بگیر آقای کنایه زادگان. علی پور نادری می وای کال به زمین پدر سگو داشته باش تو رو جان جدت. کنانی رد نشد، رد شد که قب کنانی عفش کن. واک بابا با این کنانی صحبت کن، داری چیکار میکنه آقای اخباری؟ حسین داری چیکار میکنی؟ دفاع داره باز میشه. مهدی خان گفته که فقط کالورت لوین رو نگه دارین، اونم به تو سپرده. چرا داری ولش میکنی؟ چپ و راست داره به سمت دروازه‌مون شوت میکنه، نگرش دار. بور حالا توی دروازه است. علیپور قنیپور رو میندازه اونجا. قنیپور جوان توپ رو نگار چه قنیپور سرعتش بالا، این بازیکن به سمت چپ میرسونه اونجا. قدوس حالا جلوتر. علیپور تمام کار. فلاغاز دو بر هیچ با درخشش لیونل مسی با پاس گل و گلی که از روی ضربه ایستگاهی میزنه بازیو میبره. حالا فلاغاز به صدر جدول میرسه. ای پدر سگی با هم دیگه مشترک چه صدر جدولیم، دوستامون اولیم. حاجی پرام حالا وقتش رسیده بار درخشانت هم مجمعت ها. هیچ کسی اینجا نیست ولی من میخوام بیام. همین یکیه دیگه. راست اومدم یه سالون یک بود، اینم سالون دو. خودشه نادری همیشه آمی که میخور کلش زرد بود. خالی میکنم همه را توش، کارتون را تمام میکنم. آقای نادری مهدی خان منم اینا دی زندان اومد. آن گواردیگونا گو پرمش بزن. همینجا مون این بردار تمومه کار ساعت 4 باید از دور ولغاز باید با لیورپولی بازی میکرد که سوم جدول بود. همه بازیکونا خوبن، تعویضی همون که عالی. نادری چرا بیانگیزه هست؟ توش خوب بازی میکرد که من تو بازی کار در میاره همیشه اوکیه. اما خبر خوب این بود که رونالدو به ترکیب برگشته بود. ولغاز در جهنم آنفیلد باید بازی رو میبرد. اگر بازی رو واگذار میکرد صدر جدول از دست میرفت. وای هوا مهالوده، به خدا اینا خودشون هوا رو مهالود کردن. از هوای مهالود ما سق بجونیم بازی کنیم. مهدی ترابی بگیرش دیگه. وای سلا شوتش گله. اینجا سخت شد بازی با اینا. وای همین بر حالا گوی توی دروازه. دقیقه نمی کشه و ولغاز در دقیقه 7 برگشت. وسطو بگیرین بگیرش دیگه من بده به اون نادری بره ارسال مرسال بکنه از اون بر. اینجوری به درد نمی. رونالدو الله یار حالا شوت و گول. نادری کجایی تو؟ نادری
این چه نیست بابا. بابا مگه میشه اخباری داره چی کار میکنی؟ اه نادری چرا داره میمیره؟ آفرین. نه بابا داره خوب بازی میکنه بنده خدا. کجاش داره میمیره؟ مستقیم برو آقا، مستقیم برو، مستقیم. نادری چرا انقدر بد بازی میکنه؟ تو این بازی هیچ کاری نکرد. آسو بده جلو، آروم بده جلو، همینجا بگیره مشنگ. دارم میگم پاس بده جلو. وای 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 وای، مسی توی دروازه نصب مسی مساوی. ریدیم. وای 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 وای. دقیقاً بیا برو. بابا نادر چرا نمیتونی بودوی تو؟ چی کار داره میکنه این؟ نمیتونه بودوی این دقیقه 65 نمیتونی بودوی تو. میگی تو رابی. تو رابی. بعد آغاز بازی سه میکنه به احتمال آخر ریزاد از صد جدول خداحافظی باید بکنه فعلا. دیدی چه جوری بازی کرد؟ یا داره مساوی میکنه یا داره میبره. نادری ضربه خیلی قوی بهشون نزد. همچنان داره یا مساوی میکنه یا داره میبره. درست تر میگی تو. دیر به جون میمیرسه صد جدول دستمون بهش نمیرسه. هنوزم تیمشون داره. واش واش دو امتیاز اختلاف اومدیم پایین. تو چرا اینجوری؟ تو چرا بازی قبل ریدی؟ برو بیرون. آش اصلا نمیتونم بودم. عشقم قندی پور. نه 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 علی پور رو بگو بیاد. علی پور بابا چرا هر بازی یک کدومتون اینجوری؟ چرا عزت اللهی الان بیانگیزه است؟ من دونی زودتر سراغ بازی کنی دوم. توی این چهار تا پنج تا بازی که ازش دیدم مهره کلیدی تیمشو پیدا کردم. کسی که اگه نباشه چپ و راست گل میخوره، سعید عزت اللهی. هم بازیکن جدیه به شک نمیکنن، هم اگر این پسر احسان پهلوان، احسان حسینی هم و شجاع خلیل‌زاده خسته بشن دیگه کسی رو نداره که بیاره به جاش تو. بنابراین دفاعش راحت باز میشه. این یورگن عقلش میرسه ها، کسی خوبی پیدا کردی واسه این کار. شما فکر کنم با همین کاراتون قهرمان چمپیونز لیگ شدین با لیورپول، درسته؟ به تو ربطی نداره خیار شو، کاری که بهت میگم بکن. اتاق دفاع کدوم مرمون؟ آه نه اون که نبود، این درش نارنجی باید باشه اون میشه. آها همینه عزت اللهی، همینه عزت اللهی، همینه. آقای مهندی خان نمیدونی داری از کجا میخوری ولی داری از سمت من میخوری. فکر اینجاشو نمیکردی نه؟ من دقیقا همینجا بذارم جلوی جای عزت اللهی. ها شماره 6. به به ها حل نشده هنوز. اثر انگشتم من پاک کنم. همون طولایی هارتون تمام. من مهدی خان ساعت 12 ظهر در ورزشگاه ولغاز با تاتنهامی که ششم جدول بود. ولغاز به دوم جدول رسیده بود و هوادارا ناامید شده بودن. مهدی خان هر جوری که شده بود باید خودش رو به هوادارا اثبات میکرد. پس شیرمازش رو نوشید و سریعا ترکیب حریف آنالیز کرد. بکش بالا کاپیتان، بکش بالا، فقط هجومی بازی میکنین. قندی برو، قندی جوان رو بندازین اونجا. واش سر توپ قندی پور. آه ارسال مسی. سوزتولای مگه دفانی هر مسی گلش میکنی. آه مسی خدا تیک تاکای زیبا از اون سمت قندی پور جوانی دونه حرکت زیبا قندی پور به عقبتر یه پاس زیبا سمت چپ فوریو قفوری لیونل مسی وای زدم مسی رو پاس وسط الله یار چون توی دروازه است. عزت اللهی میگیری یا عزت اللهی مسی پاس حالا قندی وای ای عزت اللهی داره عزت چرا خالی کردی؟ ای خدا برو بیرون عزت اللهی. بعد بازی شما وایس اخباری برو تو کارش. حالا از نیمه اول بعد داخته بود پس دوباره به فرمان مهدی خان اخباری وارد رخکن شد. بابا دهنتونو فوووو چه گلی خوردیم. گل تیم داره بعد بازی میکنه، اصلا نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. بریم جلو، همه جلو ریدین. بابا بزن برسید گل باری کلا چهار دو. واقعا نمیدونم از کجا خوردیم ولی خیلی تیم، کل تیم افتضاح شده. ریدیم چهار دو باختیم ولی چرا باختیم آجی؟ کل تیم، همه آقای نادری، آقای عزت‌اللهی، همه اتاق جلسه، همه جلسه بیاییم بودو فورا رفکم نمیخواد داریم بیا. نادری چی شده؟ عزت‌اللهی چرا نمیتونیم بازی بکنیم شما؟ آی مهدی خان چشم سیاهی میره، سرم گیج میره. دیشب چی خوردین؟ رفتی فسفود مسفود خوردی ها؟ آی اصلا نمیتونم بودم، خدا تقصیر خودم نیست. بیرون چیزی خوردی؟ عزت اللهی تو چی؟ همون چیزایی که خودت گفته بودی خوردی. امکان نداره توی از توی خود باشگاه چیزی نخورده باشی، این چیزی تو نباید بشه. من همه چی هر روز دارم چک میکنم. این چیزی بده بخورن اینا. مهدی اوه الو سلام علیکم
آقا مهدی گل. الان سلام عبدالعلی جان، خوبی؟ چطوری؟ دوست دوران طفولیت و جاهلیت. خوبی؟ چطوری؟ چه عجب یادی از ما کردی؟ قربونت، فدات بشم عزیز دلی. آقا یه مشکل واسه بازیکنامون پیش اومده. دو تا از بازیکنای ما فقط آب خوردن، فقط آب باشگاه رو خوردن با غذای سالمی که تو باشگاه بوده، کلا از باشگاه بیرون نرفتن. ولی حالت مسمومی گرفته، من نمیدونم الان مسموم چیه، وسط بازی اصلا حالشون داره بد میشه. الان دو این دومین بازیکنه که اینجوری شده. چیزی خوردن از بیرون؟ مسمومیت غذایی شاید. آشپزتون مطمئنی؟ نه داداش، آشپزمون اصلا مطمئنه، همین امروز به من شیرموز داد. آره قربون دستت، بیا ازشون یه آزمایش بگیر ببینیم که چه خبره. فقط داداش حواست باشه رسانه‌ای نشه، به هیچ کس نگی، حتی خانواده نزدیکت به هیچ کس نگو لطفا. خیالت راحت داداش من، تو که چیزی به من میگی من به کسی نمیگم. خیالت راحت، خیالت راحت باشه. دمت گرم، خدا بس منتظرتم. برین تو، برین تو آقا، برین. من الان تکلیف شما رو روشن میکنم. چندم شدیم؟ دوم جدول، این 5 امتیاز فاصله با صدر. دوباره مگه اول میشی؟ سلام مهدی خان. سلام عبدالعلی جان، سلامتی؟ چطوری؟ مریض کدومه؟ آخ ما عادت کردیم دکتر شدیم دیگه. جوابمون امروز باطل کردم، اومدم میشه خودت. این دو تا بازیکن ما، آقای نادری و عزت اللهی، این دو نفر اینجوری شدن. امروز عزت اللهی، حالا سه روز پیش هم که حالا بازی پیش نادری شده بود. لوازممو اینجا بذار. آقا بیا سینا رو بزنیم بالا، یه آزمایش بگیره. بزن بالا، بزن بالا. دکتر جان مادرت یواش. دستو مشت کن، آروم. دیگه سوسول بازی در نیار. بفرمایید اینم مشت. مشت کن دست تو. مشت. آروم بگی دکتر، دمت گرم. دست شما درد نکنه. سه روز دیگه جواب آزمایششون رو بهت میدم. همین الان میرم اوکیش میکنم. خدافظ. تا زمانی که جواب آزمایش بیاد نادری و سعید عزت اللهی در ترکیب جای نداشتن. یک چهارم نهایی جام حذفی انگلستان، آرسنال و لاغاس. اللهیار سید مندشن کاپیتان تیم باید تیم رو دست میگرفت که حتما این بازی رو ببرن. وگرنه برای همیشه از جام حذفی انگلستان باز دوباره مهدی خان دست خالی میرفت بیرون. منیپور رو بنداز. اللهیار، 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 اللهیار. رونالدو، کریستیانو رونالدو، شوتش. آنانا توی دروازه است، گل. وسط 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 رو بگیریم، وسط رو بگیریم، وسط رو بگیریم. بگی 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 بگیرش، 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 بگیرش. رونالدو الاهیار سندونش اونجا را میندازه. الاهیار سرعت بالایی داره، این بازیکن ببینیم که میتونه تکی بره توی دل دفاع حریف یا نه. الاهیار زدنش پشت محمد خطا رو میگیره. ای 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 جانم، جانم، دفاع حسین کنانی زادگان. الاهیار داره حرکت میکنه، اونجا کریستیانو رونالدو. الاهیار داره دیر حرکت میکنه، رونالدو، مسی، خود رونالدو شوتشو میزنه. بیوگ زم 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 زم. وای که تاقا دروازه قندی پور جوان. این اول نفع ما پدر و مادر زهر مار من بودن، به خدا اینجا ایسی بهت میگم. آبار کل و نمر دومی کارت زرد، قرمز اخراج. دهنش رو گل نمیخوره آجی، ناکل زدم ولی ناکلش خیلی ناکل صافبوروی بود. قندیپور رو باید راه بندازیم اونجا. حالا اونجا مسی به قندیپور میرسونه. قندیپور یه دونه استوب زدن، قندیپور قطع نیست. مسی الاهیار راه میندازه پشت همه، قندیپور هم اونجا هست، پاس به قندیپور میتونه کارو تموم بکنه. قندیپور جوان چی پش. نه بابا، برون پدر پدر سگت لعنت. آجی گل توی در، توی دروازه لیگو داده مسی. دو هیچ، تمومه. صعود به نیمه نهایی جام حذفی انگلستان با درخشش لیونل آندرس مسی در ولقاز مازندران. ولقاز اومد بالا از اینجا و بالا با چلسی. وو دهن دو سرویس. او عبدالعلی داره زنگ میزنه. جانم عبدالعلی. الو سلام مهدی، خوبی داداش؟ چطوری؟ یه لحظه یه لحظه صدات نمیاد، بگو. این سعید عزت اللهی تازه مثل این که به این موچار دوچار شده، فکر کنم همین دیشب هم بوده که زده، یعنی اثرش هنوز توی خونش خیلی زیاده. ولی از اون طرف نادری اثرش کمتره توی خونش، فکر کنم حدود همون سه روز پیش که حالش بد شده بود همون موقع زده و یکم اثرش کمتر شده توی خونش. موادی به نام شیشه. شیشه؟ بله شیشه دادن. یعنی بازیکنای من نادری و عزت الله شیشه زدن؟ میدونم خودشون ندادن، ریختن توی آبشون خوردن یا توی غذاشون، به جز این دو حالت نیست. 21 روز زمان میخواد تا از بدنشون بره بیرون، آب زیاد بهشون بده. هر کاری بود من هستم، خداحافظ. الو سلام علیکم آقای انتظاری. همین الان، همین الان با تیم بادیگاردات بیا تو دفتر من، بیا تو دفتر من، کارت دارم انتظاری. سری زود باش، همین الان. مهدی خان تو مخمصه ای بعد گیر کرده بود، چرا که باید هر جوری شده با اسوانی این کارو پیدا می‌کرد، اما نباید این خبر رو رسانه‌ای بکنه.
بفرما تو. سلام علیکم آقای انتظاری. سلام علیکم آقایون بادیگاردای عزیز، گوش کن ببین چی میگه. از این به بعد هر احد و ناسی خاص بیاد تو بره بیرون، به من زنگ میزنی اطلاع میدی انتظاری بدون اجازه من هیچ کس وارد باشگاه نمیشه، هیچ کس هم از باشگاه نمیره بیرون. گرفتی چی میگم یا نه؟ جلوی همه درا دونه به دونه بادیگارد بذار، دونه به دونه بادیگارد میذاری، صبح تا شب کسی دستشویی هم نمیره. اینو بده بهشون، حالا کارشون رو رفع کن، از همینا بده یکی دونه. هر چی بشه من تو میبینم. برو انتظاری. مهدی خان راه پس و پیشی نداشت، چمپیونز لیگ در حال شروع شدن بود. محمد نادری و سعید عزت اللهی به 21 روز زمان نیاز داشتن تا ترک کنن، پس تیم و همراهی نمیکردن. بلغاز پنج امتیاز با چلسی صدر جدول فاصله داشت و مرحله حذفی چمپیونز لیگ هم در شرف آغاز بود. باز دوباره روزهای سخت مهدی خان، نداشتن هافبک دفاعی، نبود نادری برای ارسالهای بلند و صدر جدولی که هنوز به دست نیامده. خدای این روزای سخت کی تموم میشه؟ نمیتونم چیزی بگم، هر چی بگم رسانه‌ای میشه، پدر باشگاه در میاد، دوباره پلیس و پلیس کشی میشه، چی نمیتونم بگم. وای نه، گل آخر بدر سگی پدر. ما نباید ببازیم، همینجوری پنج امتیاز عقبیم، همینجوری از چلسی ما پنج امتیاز عقبیم، بخوایم اینم ببازیم که دیگه به فنا میریم. قندیپور، رونالدو، مسی، الله یار دلها، الله یار چوتش نه. قندیپور شدش کن جانم، قندیپور باری کلا. الله یار واسط باشه بهش. آهان بیا تو، بیا تو الله یار تو شوتو بزن جانم، کاپیتان تیم جانم قندیپور، یه دریبل دیگه از قندیپور، شوتو میزنه، تمام کار، 3-1 بلغاز بدون عزت اللهی و نادری با درخشش کریستیانو رونالدو میبره این بازیو. وای حاجی 56 امتیاز، 58 امتیاز اونا، اختلاف شد 2. ای چه خبر شده میشم؟ اینجا چرا انقدر شلوغه؟ چرا جلوی این در هیچ کس نبود؟ امشب چه خبره؟ اشکال نداره بس عطر دوم میریم. آها ما بریم از این یکی بریم، دیر شد. اینجا هم یکی دیگه هست که جلوی هر در یه نفر وایساده، همه لو هم لباسشون شبیه منه. ما میخوایم بریم تو، ما رو میبینن که. ای بابا در بس خراب شد، بس از اون یکی در بریم از در سوم. خود در یک در دو در سه دیگه، ما هر سوراخ خونه بوده. این همه آدم چرا دور ما شما وایساده؟ حالا مگه میشه رفت تو بزن به گوردیگلو که زنگ بزنم؟ با 100 بار به این احمق گفتم کلای کلوبو براش برده، هی داره ما زیر فلر زنگ میزنه. یه پشت خط. خود احمقشه. الان سلام گاریم، الان خوبین؟ چطورین؟ سلامتی. مردی که نفهم کلای کلوبو براش برده، الان هی داره ما زنگ میزنه. دیدم پشت خط منی. میگه کلا مرد بیار. بابا میگم کلا حالا چرا گیر میدی؟ این کلوب هم چه گدایی ها. تو کجایی باید کلا بذاری اون نگرانش خدا. حالا ولش کن. چه جدا کارشو انجام دادی؟ داری برمیاردی یا نه؟ الان اومدم جلوی در باشگاه، کلی بادیگارد و مادیگارد لباس شخصی با لباس مشکی، کلی صورت تو بای باشگاه واسن. چیکار میکنم؟ الان دارم اینجا راه میرم جلوی در اصلی باشگاه، واسه منو بشناسن خطری میشه واسمو. یعنی چی؟ پس یه چیزای بو برده از مسئولیت بازیکناش، اما هنوز نمیدونه کجا خورده که اینجوری دور باشگاه رو بادیگارد چینی کرده. میتونی باشون یه زیر میزی کاری بکنی که من برم تو؟ چون صدامو واسه فیسم که زایه است. فکر کرده من نمیدونم، خبر ندارم. بسا برگردم اینجا، صلاح نیست، بسا قسمت نیست، بسا برگردیم یه شام بخوریم، حالا فردا شب دوباره بازیگارده تو مشت منم، بیا ردیفش میکنم، بیا خونه خودم ردیفش میکنم، فردا شب پرقدرت میری. خدا حافظ اومدم. سلام علیکم، سرهنگ مظفری. طی تماس گواردیولا با سرهنگ مظفری با دادن رشوه، سرهنگ مظفری راضی شد تا با یکی از بادیگاردها هماهنگ کنه. با اولین دور حذفی چمپیونز لیگ با بنفیکا ساعت 9 شب، بازی بعدی که سرنوشت رو مشخص میکنه، اگه ما ببریم و چلسی نبره میریم صدر. مرحله حذفی چمپیونز لیگ بنفیکا و لاگاس. همه بازیکن‌های تیم برای اولین بازی چمپیونز لیگ آماده بودن. خیلی خوب گواردیولا استادیوم. بعد بریم واسه نقشه بعدی، یعنی بازیکن سوم. پپ نظرت رو چه بازیکنیه؟ یورگن نظر من اینه که بعد بریم سراغ اصل کاری. خیلی دارم واسه انتقام تنگ شده. به نظرم وقتشه که قلب تپنده گلزنشون رو از کار بندازی، یعنی الله یار سگات منش. باید بریم سراغ اون. نه پپ، الان الله یار گزینه مناسبی نیست. تو چی استعداد یاد نظرت کدومه؟ والله من نظری ندارم، تو این قسمت ما بیشتر نعمت پخش کنیم. حالا که قسمت شده نادری و عزت اللهی رو توی دفاعشون بزنیم، باید تیر بعدیمون هم تو قلب دفاعشون باشه که کل دفاعشون از کار بندازه، مجبورشن همه مهاجماشون رو وردارن بیارن توی دفاع. گزینه بعدی عارف غلامیه.
چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ تو شیطونم دست میدی گرگن، دمت گرم، تو نبودی ما نمیتونستیم کارا رو بکنیم. میشم محمد پخش کنیم نظری ندارم. سلام علیکم. سلام خوبه، چطوری؟ سلام علیکم، بفرمایید. خوشتم شپش کس ششمارا جان. نفهمیدم. آه این نبود؟ با کسی کار داشتین؟ این چیزایی که میگین واسه من قابل مفهوم نیست. چی بود؟ شیخ 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 هزار. بفرمایی بذاریم به کارمون برسیم. من گواردیولا نمیشناسی؟ ایوه نه متاسفانه ما ایشون رو نمیشناسیم. ها ما با این صداش 20 تومن. خودشه صدا شده در نگار. آه حل هم نگه. بیا برو فقط از سمت راست میری کسی نشه صد تا. بیا برو به کسی نگه. واسه غلامی کدومه؟ چرا سه تاه؟ این دفعه سه تاه غلامی؟ نه حتما اینی که دلش آلومینیومی هست اینه، نمیدونم. این یکی رو خالی کنم واسهش. غلامی همینه، غلامی همینه. اون رنگی ها رو کثافت بین بازیکن ها تمیز قائل میشه. همینو هم بزنم. بلغاز یک قدم به رویاش نزدیکتر شده بود، به مرحله حسیبی رسیده بود که تهش به جام چمپیونز لیگ ختم میشد. اما این بار مسی و رونالدو الهیار باید با نقشه بازی میکردن. بهتون گفتم هوادارا، بهتون گفتم من واسهتو کم نمیدارم. عزت اللهی و نادری هم داشته باشیم، ما چمپیونز لیگمون رو میریم، اف ای کاپمون رو بالا میبریم. آقا رونالدو پاس رو بده. رونالدو نگرش دار. رونالدو نگیر ازت. برو جلو رونالدو. کریستیانو شوتش. بابا پدر تو رو خدا رونالدو انجا یه گل بزن دیگه. الهیار پاس رو میده، خدا الهیار حرکت میکنه اونجا، الهیار سر میزنه شوتر رو میزنه در میاره دروازه‌بان. روی غفوری لیونل مسی رو راه میندازه اونجا، مسی تو برای استاپ میکنه به وسط در میاره خدا مسی. حالا قندی پور اونجا مسی رو راه میندازیم لیونل مسی. نیمه اول 0-0 شده بود و مسی خام برد کامل نیاز داشت. بنابراین عارف غلامی اونجا جهت افسایش دفاع به جای روی غفوری میاره و رضا خانی به جای سامان قدوس. پرس شدیدیم. وای وای عارف غلامی جا میمونه اونجا، بر میگرده عارف بزنش باریکلا. سه بلند رو سر الهیار رو سگت منش، چون به کریستیانو رونالدو نرسید. الهیار تو بر میگیره به مسی میرسه رو اونجا، مسی به قندیپور نرسید. ارسال کوتا ای بیشور. مصابی چرا باید بکنیم؟ سلام بر آقای کلوپ عزیز دل. سلام پپ چطوری؟ نوبت بازیکن چهارمه، نقشه آخر دیگه، وقتشه بریم واسه الهیار. دقیقا بازیکن چهارم تیر آخرته، باید بزنی توی قلب تیم بلغاز. دلم تنگ شده آساگه انتقام یارگن. وضعیت خیلی خطر شده، به استادیا به اون مواظب باشه، هر لحظه ممکنه که لو بریم. پس به نفعتی که آخرین تیرتو درست خرج کنی گواردیولا. استعداد یاب کارش بلده، تمومش میکنه به امید پیروزی. استعداد یاب باید بریم واسه آخرین ضربه. نماز حقم لحیاره ها، ما چقدر منتظرش بودم. دیگه کارشون تمومه، کار خودم و بلدم امشب. ها غلامی هم که مازمو نرین. فقط این کیه دیگه اینجا داره کار میکنه؟ تو رختن بچه ها چی کار میکنه؟ بادیگار رو باید دمه در باشن. ای چی داری تو آبش؟ باید دارم به مهدی خان همین الان بگم. با نیوکاسل باز داریم. بله بفرما. سلام مهدی خان، خوبه چطوری؟ حال یکی از بازیکن‌ها بد شده. کی حالش بده؟ عارف غلامی حالش بده. عارف غلامی که داشت بازی میکرد، یه نفرم دیدم از تو دوری مدار بسته کبیه ما لباس پوشیده بود، همین لباس مشکی رو پوشیده بود جزو بادیگاردها. یه چیزی ریختش توی آب غلامی، شما که نگفته بودی احتمالاً. وایسا یه ذره بیا اینجا یه لحظه دوربین رو بهم نشون بده، دوربین مدار بسته رو نشون بده. حاجی این کیه تو رختکن؟ این بازی من بازی نمیکنم، این بازی خود بچه‌ها میرن. بلندشو بریم تو دفتر، بلندشو بریم، خودشون میرن بازی میکنن، من و تو میریم تو دفتر دوربینا اومد بگیریمش. برو. بنابراین عارف غلامی هم در این بازی تیمو همراهی نمیکرد. حالا کسی رو رختکن نیست که. آها خودشه پیدا شده. چیه؟ کدوم کور خریب هست اومده تو؟ استعدادیابه
بگیرینش. ای وای چی اومد؟ چشونه ماینر بریم. بعد از برد اون بازی و لغاز به دوم جدول میرسه و هم امتیاز چلسی میشه. این داستان ادامه دارد.